تا نام تو برده می شود چراغ های سلوات در جان ها فروزان می شود تا فضیلتی از تو گفته می شود دل ها از بوی گل محمدی زنده می شوند یاد تو نوید بخش است یاد نوید بخش تو دربهای سرخ را بر روی ما می گشاید قرآن تو نزدیکترین راه رهایی است و نهج الفصاحت پاکترین مبحث بندگی ای آسمان مبارک بادت این روز و همه روز چه هدیه ای, ای این خاک نشینان مفلوک را این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است ایام و کام ای درخت نبوت تو صداقت از سلام علیک یا رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم از ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان شما هموطنان خوب و همه شما بیننده های عزیز امیدوار هستم که جانتان جور باشه صحت و سلامت باشین بله این ایام و روزها ایام پربرکت میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام هست و آرزو میکنیم که با برکت قدم پیامبر بزرگ اسلام ما امنیت، وحدت، صحت و سلامتی برای یک یک ما و شما ایجاد شدن آرزومن بهترین لحظات و بهترین روزها هستیم برای شما عزیزان و خوشحال هستیم که همراه شما عزیزان در اینجا هستیم در برنامه روشنا که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشن و اما در استودیو داریم خواهر خوب ما خانم حسن زاده که در رابطه با صبر بسیار صحبت های زیبایی داشتیم زندگی صبورانه و ای که ما چه قسم در زندگی باید صبر داشته باشیم صحبت های زیاده داشتیم و امروز هم میپردازیم به یک موضوع بسیار مفید و بسیار مهم قابل توجه شما والدین عزیز خانم حسن زاده سلام و خوش آمدیم. بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم انشالله در هر جا هستن جور و من باشن و آفیت و برشان آرزومند ان انشالله که روز خوبی رو داشته باشم و این ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرام صلی الله و علیه و و خدمت شما و همه بینندگان عزیز تبریک و تحنیه درست میکنم زنده باشین و تشکر خب خانم حسن زاده ما در رابطه با صبر صحبت های زیاده داشتیم و بیننده های خوب ما تمرین سب شروع کردن همزمان با برنامه روشنا و اینکه که ما موضوع صبر رو شروع کردیم برای عزیزان بیننده ما بسیار خوشحال هستیم که مطمئن هستم که یک یکشان انسان صبور بودن در زندگی و همچنان تمرین و هم دارن تا اینکه بتونن یک زندگی صبورانه ای داشته باشن همیشه و اما ای که ما در تربیت فرزندان ما چه قسم باید صبر داشته باشیم و این صبر چه قسم به فرزندان خود ما آموزش دوست داریم در دو این مورد امروز با ما صحبت کنیم بله موضوع برنامه همونجور که شما فرمودید زندگی صبورانه ای که ما در جلسات قبل تعریفی از صبر گفتیم و گفتیم که انسان های صابر چه خصوصیاتی دارن و چه مهارت میتونن در زندگی خود ایجاد کنن تا یک زندگی صبورانه ای داشته باشن و اما امروز میخوایم در مورد ضرورت صبر در تربیت فرزند بحث کنیم که یک از دقدقه های مهم والدین نحوه تعامل اونها با فرزندان اونها هست بله بله. و هر روز هم اهمیت این موضوع از روز قبل دوچندان میشه بله. چون شرایط امروز با شرایط روزهای قبل و حتی سالهای قبل بسیار متقابل است از این رو ما میخوایم در این جلسه ای رو بیان کنیم مهمترین کلید تر... تربیت فرزند و در محیط خانواده چیه چطور میتانیم که یک موضوع رو بشناسیم و او رو در خانه اجرا کنیم و آثار فردی و اجتماعی او رو هم در خانه و هم اجتماع توسط فرزندان ما ببینیم خب ما بیشتر کسانی که بگیم والدین چجور میتانن موفق باشن میگن که والدین موفق هستن که تحصیلات داشته باشن مثلا مم. تربیت بسای علوم تربیتی خوانده باشن ای, ای تو مسائل اون یا کتاب های زیادی در زمینه تربیت خوانده باشن مم. ولی ما این ب... ما این ب... ای رو بیان کنه که انسان ها همه فطرتا در اونها وجود داره بله. که کارهای روزمره خود نه انجام بدن ولی این کارها رو چطور میتونن نیاز به هیچ تخصصی هم نداره البته نمیگیم کتاب خوندن و بحث مثلا تحصیلات تر... تربیت فرزند تأثیر نداره تاثیر داره بله، تأثیر ولی به اون صورت تاثیر نداره که بس مثلا یک کودکی رو یک جوری فرد تحصیل کرده تربیت کنه که هیچ عیب و نقصی رو نداشته مم. باشه خانم سرسم زاده من یک مادر رو, رو میشناسم نام خدا ده دو دوازده تا اولاد داره خودشون بی سواد است ولی کل اولاداش ببینی تحصیل کرده با ادب با تربیت یعنی به این گپ نیست که مثلا که این مادر بی سواد است دیگه ای دیگه اولادا را بگه خب من که چیزی را نمی ولی اطور تربیه کده بود که کل اولاداش ببینی یکی تپ میخواند یکی انجینیر بود یکی هر کدامشان به یک جای رسیده بودن خود مادرم بی سواد بود خانسوری همون نکته ای که من میخوام اشاره آه. کنم خیلی نکته خوبی رو اشاره داری. کردیم و خیلی مثال زیبایی رو به فرمودید پس زندگی که میخواد مخ... خانواده ای که موفق باشه به تحصیلات آنچنانی در علوم تربیتی نیاز نداره داری. بلکه او شغلی که نیاز به تخصص داره که فرم مثلا شغل خاصی داره نیاز به تخصص داره این یک مادری باید مهارت های لازم رو داشته باشه مم. که یک اولاد خود جوری تربیت کنه که اولاد موفق باشن همونطور که مادری که شما الان بلد. به او اشاره کردیم بلد. خب اون مهارت چیه مهارت این است که ما در اینج میخوایم بس کنیم و بعضی هم میگن خب ما کارهای خوب زیادی انجام میدیم دیگه همین بسته مثلا جلو فرزندان خو خب انفاق میکنیم نماز میخونیم خب اینها برای زندگی یک اولاد دیگه بسته دیگه نیاز به کارهای دیگه نیه ما میگیم تمام این کارهایی که انجام میدیم یک سر داره بلد. و اون نکته اینه که به اولادهای خود ما صبر رو یاد بدیم بله. خب حالا ممکنه بگن چطور ما به این صبر رو به اولادهای خود خود انتقال بدیم اما مثلا کارهای خوب چرا کفایت نمیکنه ما اینجا میگیم پدر و مادر ها ممکنه کارهای خوبی رو انجام بدن مثلا پدر مادری میگه من نماز میخونم از اون میپرسیم به چی نماز میخونی؟ بله. میگه خاطر این نماز میخونم که دوست دارم یا چرا کار خوبی انجام میده میگه من دوست دارم این دوست دیشتن ما میگیم برای یک اولاد کافی نیه دلی. باید دلیل منطقی داشته باشه یک پدر و مادر آه. نماز میخوانم چون که خداوند متعال به من امر فرموده و به خاطر ای که من بتانم به آرامش در زندگی خود به وسیله نماز و ذکر خدا رو بیاد بیارم که خداوند به من کمک کنه این موارد رو حال ممکنه و همون دوست داشتن حتی ممکن اثرات منفی بروی روی فرزند بله. بذاره یکی بگه خال پدر مادر من اجبار کرده دیگه مجبور آه. بخوانم. آه. ولی این دیگه دوست داشتن نه داره که مثلا به یک فرزند نمازخون یا به کارهای نیک تشویق بشه چون ممکنه بگه پدر و مادر دوست دیشتن او کارا رو انجام دادن نماز خوندن اینا ولی من کارا دوست ندارم دیگه اونا رو انجام نمیدم و حتی خدا اینه کرده همین فرزن ممکنه به طرف اخلاق منفی بره بگه من اونها رو دوست داشتم پس یک چیزی که میتونیم در تربیت فرزند بیان کنیم دوست داشتن مادر پدر تنها ملاک نیه ای که به کودک رو طوری پدر و مادر بار بیارن که تحمل سختی رو داشته باشه این نکته اساسی زندگی اصلا. خب حالا چطور میگه ممکنه یک کودک چطور بار بیاریم یک پدر مادر سوال میکنن ما به چه که کودک رو بار بیاریم اولاد خود که تحمل سختیار داشته باشن این ما همون که در بحث تربیت میگیم همه کارها رو به چه الگو برداری میکنن از پدر و مادر این کار رو از همه بیشتر الگو برداری میکنن حتی ما میگیم کلید موفقیت در تربیت فرزند صبر کردنه خب حالا میگه ما، مادر بیشتر از پدر من یک نقطه بگم نکته ای در اینجی که پدر، مادر بیشتر تاثیر داره از پدر در بحث صبور بار آوردن فرزند دلست. به چشه به خاطر اینکه که مادر از لحاظ عاطفی به فرزند نزدیکتره بله بله زیاد تعاملات بیشتری با او آه. داره این مادر میتونه بهتر فرزند خود در برابر تحمل مشکلات بهتر بار بیاره از پدر خیلی بهتر آه. میتونه کارهای بیشتری را انجام بده خب حال مادری داخل حال چجوری فرزند ما این نکته رو یاد بگیره خب مادری از اولاد خو ناراحت شد خب وقتی که ناراحت شد و عصبانی شد از دست اولاد خود به جایی که خدای نکرده دهن خود باز کنه و حرفایی که شایسته نیست بزنه در این مورد مادر ناراحتی خود خود تحمل کرد سب کرد که سخت هم بله. هسته اینجی این سختی تحمل کرد و در مقابل کودک خود خود لبخندی زد مثلا برش گفت که اشکال نداره حالا این نکته رو ولی انشالله دفعه بعد به این طریق مثلا انجام نده این باعث میشه که کودک درک کنه بیشتر والدین فکر میکنن کودکان اونا درکی ندارن ام. ما میگیم اولادها ها از سین سه همون دو سالگی سه سالگی این ای قدرت درک رو دارن که این اخلاق و مادر رو یاد بگیرن بلده. و او درک کنن میفهمه این اولاد که مادرم ناراحت شد مادر من نشود ولی به این سختی رو تحمل کرد و در برابر می هیچی نگفت بریمه و در مقابل بریم مهربانی کرد و یاد میگیره که خودی هم فرد صبوری بار بیای پس یاد کار سختی نیه بله ای که بسیار آسانه که از همون تفتفولیت پدر و مادر ای تمرین ها رو به او یاد بته که وقتی سبا روز کلانتر میشه دیگه سخت نباشه برش احسن. حتی مثلا همون به سن چهار پنج سالگی ام. که این مادر این قدرت رو داره و به چند درک رو داره که مادر تحمل کرد و صبوری به خرج داد حتی میتونه ده سال این کودک رو بزرگ کنه حالا نه لحاظ جسمی ام. از لحاظ روحی این کودک خود ساخته میشه و یاد میگیره که من چجوری در آینده در برابر مشکلات سر کنم بله. خب این رعایت کردن خود والدین خیلی بحث گسترده بله. ای است که چجوری خود خود کنترل کنن م. خب حال وقتی ما به یک والدین این مسئله رو مطرح میکنیم میگه من همه کارهای خوب رو انجام میدم ام. نیکی میکنم به اطرافیان نماز می اول وقت میخونم کارهای شایسته زیادی انجام میدم حال همین یک مورد رو دیگه نمیتونم از این خوب از این مثلا از سر کار میایه سخت, سخت... سختی ها و مشکلات زندگی ها دیگه اصلا من میایم نمیتونم همین نکته دیگه من نمیتونم رعایت کنم هم به کارها رو انجام میدم ولی همه عصبانیت رو مثلا بچه دعوا نکنم برای من غیر ممکنه ام. ما میگم همه کارهای پدر و مادر یک طرف ولی این کار او خیلی با تر از اون کارهای دیگه است چون اثرات مفیدتری روی فرزند داره بله. اگه این کارها رو انجام بده و صبر نداشته باشه تمام کارهای خوبه پدر و مادر حتی زیر سوال میره متاسفانه بله. اثرات منفی برای خود فرزند به وجود میاره حتی فرزندانی هستن که به در اثر او دعوا کردن پدر و مادر دچار اختلاط روانی شدن از بس که پدر و مادر کودک اولاد خود خود دعوا کرده دیگه ای برای او عادی شده و حتی از او بیمری، دورچار بیماری شده و از او رنج میبره مم. متاسفانه الان همچین مواردی هست همو استرابی که بچه داره همو استرسی که داره این به خاطر اون است که پدر و مادر صبر ندیشتن آه. و به این کودک خود خود او سرزنش کردن سرزنش کردن آه. تو کوب کردن نه تو خدای نکرده بسیار توهین و تحقیرهایی که ایجاد شده که او طفل دیگه یک انسانه که همیشه مورد تحقیر قرار گرفته و او دیگه فکر کرد چه قسم میخواه وارد جامعه شد احسن خب بعضی ها میگن نه من الان اگه این موارد را انجام دادم موعظه میکنم ام. ای ما میگیم نصیحت و موعظه در این مورد دیگه هیچ اثری نداره متاسفانه ما والدین فکر میکنیم که خطای بچه ما کرد اشتباهی کرد فقط با نصیحت کردن میتونیم مشکل رو حل کنیم ام. یک راه آسانیه نصیحت کردن دیگه او تحمل سختی ها برای یک والده خیلی سخته ولی نصیحت کردن به ظاهر خیلی آسانه دیگه ولی ما میگیم نصیحت کردن والدین در این موارد کم اثرترین مورد هم هست کم اثر کم چون اصلا اثر نداره والدینی که خود رعایت نمیکنه چجوری ما یه بچه رعایت کنه حتی ممکنه به این اثرات منفی هم داشته باشه حالا حال م... ای که والدین میان فرزند خود نسیعت میکنه و حتی این فرزند نه تنها گوش نمیده بلکه بلکه زخطا لجبازی میکنه مم. و او کارو بیشتر تکرار میکنه چون همش فکر میکنه پدر مادری که این نصیحت کردن باعث شده که اعصاب فرزند رو به هم برزن. اگه دقت کرده باشین وقتی به چه خرخی زیاد نسیت میکنه بلد. میگن بس دیگه گوشای های خود ما کم می دیگه میگن بس از بس زیاد دی. شنیده و دیگه از بس <تصفح> خ... نسیت کردن فقط وقتی مهمش پدر و مادر برای اولادینا مفید واقعش یک بار دو بار ما حتی در بحث روانشناسی داریم وقتی وصیت پدر و مادر برای فرزند اولاد از اون درست واقع نمیشه خوب او رو از طرف کس دیگه ای که حرف شنوی داره بذارن نصیحت کنه مم. مثلا معلمیه پدر کلانیه مادر کلانیه کاکاییه کسی هست که ای پدر و فرزند او رو دوست داره مثلا اولادی به او علاقه منده خوبی از او دیده به او محبت داره خب اگه او به این نصیحت کنه خیلی تاثیر گذاره که یا پدر و مادر مدام بیاین این فرزند خودخور نصیحت کنم پس از نصیحت هم بیشتر او صبره صبر پدر و مادر در اولاد تاثیر گذاره اونم عملی عملیست دیگه اول خودش صبر داشته باشه در امورات حالا در سختی ها و مشکلاتی که خودش میبینه با چه در نحوه که کدام رفتار خراب را از طفل خود کودک خود میبینه در اون زمین هم باید داشته باشه که بتانه آموزش بده من میگم احسن. همیشه خانم هستم که پدر و مادر بودن بسیار سخت است بسیار کار فکر نکنیم که اون دیگه اولاد هستم دیگه کلان میشن ولی چقدر سختی دی، چقدر حساسیت ها داره چرا چیزای خرد و ریز داره که ما هیچ وقت اونها رو در نظر نمیگیریم بلکه هر دقیقه او میتونه یک نکته تربیتی به فرزند داشته باشه آه، آه. مثلا اگه فردی فرد میخواد فرزند شایسته چی دختر عفیفی تربیت کنه یا پسر با غیرتی و با تلاشی رو تربیت کنه این به خود پدر و مادر برمیگرده به اون تلاش و که پدر و مادر در حقیق فرزند کردن هر جوره که او تربیت کنه باز هم ثمره و نصیب خود پدر و مادر میشه و اگر خدایی نکرده ما دیدیم که پدر و مادرهایی هستن از هم دلخور هستن مم. یعنی هیچ وقت زندگی بدون مشکلات نمیشه مشکلات اختصادی به داخل زندگی است مشکلات واقعا بیماری خدا اینه کرده است ولی اگه پدر و مادر به این نکته توجه نکنن بله. یا اختلافایی که با خود اینا هست مثلا نزاهایی که دارم از هم شکایت کنن خدا اینه کرده باعث میشه اثرات منفی بر اون هم باشه ما حتی داریم خدا کرده اینه... مادر اختلاف دارن داره. و این فرزند دو قطبی کردن آن ممکنه بگن دو قطبی یعنی چی داره. یعنی که پدر حرفایی رو میزنه گل شکایتهایی از مادر میکنه و فرزند رو به طرف خود بکشه داره. مثلا دیدی مادر تو چه کار کرد و یا مادر مثلا میایه یک حرفایی رو از پدر میزنه که فرز، فرزند رو به طرف خود جلب کنه این نه تنها فرزند به طرف اونها تمایل پیدا نمیکنه بلکه فرزند یک فرزند افسرده ای میایه فرد قدرت تحملی به استان تحمل این فرزند کمه بعدا در اجتماع و مشکل میشه چون پدر و مادر صبر ندیشتن مهم. ممکنه در زندگی ما نمیگیم مشکلات نیه مشکلات هسته ولی پدر و مادر میتونن به شکل خیلی زیبا در این مشکلات رو حل کنن هم. و با, با کار عملی خود فرزند خود تربیت کنن مثلا اختلافی دارن مثلا پدر صبح بوده ما میخواد از خانه بره بیرون یا شب داره برگشته به خانه کار نداره به مادر یک حرفی میزنه ده. یا ناراحت میشه مادر خب این جیب به جایی که مادر بگه گله شکایت کنه از پدر دیدی من اینقدر خانه زحمت میکشم و تلاش میکنم مثلا همه چیز رو مهیا میکنم که بیای غذا مهیا میکنم خانه رو مهیا میکنم که مرد بیای به خانه و راحت باشه آخرم میای مزدمر ایتر میده مثلا به این مزدمر میده خب اینها اثرات سوی رو فرزند داره صد در صد دیگه اونا اولادها تحت تاثیر قرار میگن فرزندم درک خود داره میدان پدر از او به مادر از او مثلا ناراحت ایجاد, ایجاد کرد ولی اگه همین رو به شکلی بگه که پدر تو به شکل خیلی بسیار مورد که احترام باشه پدرت پدر تو از بیرون آمده مشکلات شغلی او که دیشته یا ناراحت هایی که ممکن از اطرافیان دیشته مم. باشه حال حرفی رو برای ما زده درست. ولی پدر تو مرد خوبی هست آه. در کور اخلاق خوبی داره خب این فرزند میبینه که درک میکنه چون گفتیم فرزندان درک بالایی دارن بله بله. که پدرم به او سریقه به مادر مرسد ولی بله مادر به چی شکل خوبی پاسخ او رو داد و این خودی باعث میشه که رفتار او فرزند یاد بگیره و بله. فضای دو قطبی هم ایجاد نشه بین خانواده میان برنامه آماده نش داریم که تقدیم عزیزانی بیننده میکنیم و امیدوار هستیم که بعد از این میان برنامه همچنان بیننده برنامه روشنا باشید درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی یا نگویم که تو خود واقف اسرار زمیری دست در دامن عفت زنم دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری خالق خلق و نگارنده ای ایوان رفیعی خالق صبح و برارنده خورشید منیری از را در وجودمان متجلی کن که سخت محتاج آنیم خدایا برکت نگاهت را در نگاه هم بریست تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر برای داشتن تو ریسمان نبستم دل بستم همین که حال دلم خوب است برایم کافی است پروردگارم هنوز هم می شود تو را صدا زد حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این حجوم ثانیه ها تکرار کرد هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی من لی غیرک سرداد هنوز هم تا همان خدایی خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست یا رب العالمین خب دوستای عزیز و همراهان امیشگی باز هم خوش میگم به شما برنامه روشنا به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه و اما چقدر خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشین هر روز نمبر واتساپی را برای شما عزیزان بیان میکنیم و علاقه من هستیم که با ما سوالات، پیشنهادات، انتقادات و هر گپی که هست با ما در میان بانین به خصوص سوالاتی که به صورت مشاوره ای میخواین که پرسان کنین از ما نمبر واتساپی ما مثبت 964 780 255 13 و ما در ادامه صحبت و گفتگو هستیم با خواهر خوب ما خانم حسنزاده که در استودیو همراه ما هستند. خب خانم حسنزاده در ادامه صحبت ها و ای که نحوه تربیت والدین برای فرزندان که نکته اصلی از او صبر است. یعنی زندگی صبورانه در تربیت فرزندان. بله خب ما در قسمت قبل از میان برنامه این رو گفتیم که باید خود پدر و مادر قدرت خود افزایش بدن برای تحمل و سختیات که این فرزند اونها هم یاد بگیره خب چون هدف بالاتر پدر و مادر دارن که یک فرزندی رو میخوان صبور تربیت کنن این فرزند صبور تربیت کردن کار آسانی نیست مم. ما میگیم این تحمل قدرت مشکلات رو در آینده به فرزندان میده خب ما در سوره بقره داریم که خداوند متعال در آیه 45 میفرماید و استعینو به صبر و صلات از صبر و نماز یاری جوید. خب اول صبر رو فرمودن بعدش نماز رو یعنی کارهایی که نه که نماز ارزش نداشته باشه نماز ستون دین هست ولی صبر رو گفتن اگه باشه بقیه کارها عبادات انجام م. میشه ما حتی داریم که صبر ارزش کارها رو بالا میبره خب، چون او رو به نحوه اصلا انسان میتونه انجام بده صبر در برابر مشکلات مقاومت انسان رو میبره بالا م. چون ما برای بقیه عبادات و اینها تمام عباداتی که در اسلام آمده به فرشتگان گفتن به اهل بهش گفتن سلام کن به اونهایی که مقاومت میکنن در صوره رد هست که خداوند متعال آیه 24 میفرمایند سلام علیکم به ما سبرتون بحبه. یعنی سلام به شما به خاطر صبرتون نگفته به خاطر نمازتون ام. نگفته به خاطر جهادتون دقیقا. به خاطر زکاتتون چون به خاطر عبادت ها اینا عبادت ها خیلی ارزش داره بالی. ولی اگه مقاومت نباشه صبر نباشه ام. نماز،, ام. نماز جهاد زکات اصلا وجود نداره دقیقا مثل یک گپ میمونه که یک والدین یا هر کسه فرق نمیکنن نماز میخونه عبادت میکنه ولی باز از اون طرف رفتار خوب نداره بد اخلاقی میکنه اصاب خرابی میکنه بیتابی میکنه خب امو صبر است که شما میگن نی؟ امو نداره اصل کاریشو نداره صبر است آده. ما در آموزه های قرآن خیلی نکته زیبایی بیان شده گفتن صبر رو در کنار شکر و رضایت ممکنه فرد به مجبور باشه صبر کنه ام. یعنی کار دیگه از دستو آه. بر نمیاد خب در اینجا وقتی که مجبور صبر کنه وقتی که چی زیبا میشه اگه شکر هم راش باشه اگه رضایت باشه ام. ما در های قرآنی به این نکته خیلی توجه شده من یک نکته از بین او مزای قرآنی یک نکته که در مورد حضرت یعقوب و فراغشان حضرت یوسف هست انتخاب کردم که خ... اه... کسانی که میخوان در تربیت فرزند موفق باشن یک پیشنهاد دارم تاکید میکنم سوره فر یوسف رو حتما بخوانن سوره یوسف, یوسف به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سوره یوسف نکات تربیتی خوبی به فرزندانشون یاد میگیرن و انسانی از او یاد میگیره همین که حضرت یعقوب علیه السلام با وجودی که با فرزند خطاکار روبرو بودن حضرت یعقوب وقتی که باعث شد که میدانستن فرزندان اونها رفتن حضرت یوسف رو به مثلا حالا ما به طریق دیگه از مثلا در چه انداختن از بین بردن, از بین بردن. ولی وقتی که میگن نزد هز... فرزندان اونها نزد حضرت یعقوب آمد حضرت یعقوب آیه 18 سوره یوسف هست که میفرمایم پیراهن رو او را با خونی آغشته دید در اینجا گفت حوسای نفسانی شما این کار رو رو برایتون زیبانشان داده ام. و من اینجا صبر میکنم صبری جمیل بله. این صبر جمعی خیلی مهمه صبری که همراه شکایت نباشه همراه را. بیتابی یعنی نباشه یعنی صبری که همراه با شکایت نباشه همراه شکایت نباشه آه. بیتابی نباشه شکر خدا در او باشه ام. خب میگن و و ناسپاسی هم نمیکنم در برابر آنچه خدا به من یاری برسونه این رو حضرت یعقوب علیه السلام ام. فرمودن خب این شیوه ای اصلاح رفتار با فرزند خطاکار رو دارن در این سوره به ما یاد. میدن که حضرت یعقوب در شیوه تربیتی خودشان صبری ب... که کردن یکی چشم پوشی کردن تقافل کردن اف و گذشت کردن ما دیگه به روی فرزندان خودشان نیاوردن جالب اینجیه که آخر فرزندان اینها باعث شد به خاطر صبر پدرشان هدایت بشن شرمنده بودن شرمنده بودن اصلا و حتی با... ما داریم در آیه 98 سوره یوسف که حضرت یعقوب می... میگه به گفت به زودی از پروردگایم برای شما آمرزش میترم و بد... به درستی که او و مهربان خوبی خب این سوره یعنی حتی آمرزش تربیتن یعنی چه نکته خوبی رو در شیوه تربیتی مد نظر داشته خب پس والدین ما هم باید اینو دقت داشته مم. باشم مم. که اگه میخوان فرزند خودشون رو تربیت کنن یا کار خطای اونها رو اصلاح کنن دلست. باید کاری کنن شبیه این آموزه قرآنی دلست. که ما اینها باید از همین تک تک آموزه قرآنی درس بگیریم و از اونها استفاده کنیم بله. خب دیگه از ضروریاتی که برای تربیت فرزند مطرح هست میگن ما سخت میگیریم خوب. یعنی فشار میاریم رو فرزندان من. خودمان که تاکید میکنه فرزندان چون فرزندان موفق داشته باشیم خب مثلا عصبانی میشه به خاطر درس فرزند خود خب. میگه خودش است به خاطر, خاطر خودشی کار میکنه ما میگیم ای این کارهای رو که انجام میدن به خاطر خودش اگه میخوان انجام بدین به ای که حتی در درس خواندن موفق باشه یک نکته خیلی بله. ساده هست اگه فرزند میخواین در درس خواندن موفق باشه اینه که باید صبر کردن رو یاد بدیم شاید دیده باشیم خانم زوری افرادی هستن میایم میگن بچه ما استعداد خیلی خوبی داره ده. حتی یک مطلب رو یک بار خانه کافی یاد میگیره و مطلب رو ده. خب این مطلب رو یاد میگه ولی به هر کلاسی که او میفرستم به هر مطلبی که میفرستم باعث میشه که این چیزی یاد نگیره و برگرده نمیفهمم علتی چیه ده. خب این علتش اونه که صبر کردن و قدرت تحمل رو در و فرزند افزایش نداده آه. ما این رو میگیم که اگه فرزندی صبر و قدرت تحمل رو یاد بگیره نمای از بر او بر بفرستن مهارت ها رو یاد بگیره حتی در خانه شیشته با همین فضای مجازی با تلاش و کوشش و بلی. پشتکار پشت میتونه خیلی چیزا رو یاد بگیره حتی کسانی که استعداد اینا پایین به جای رسیدن و موفقتر بودن به خاطر ای بوده که اونها افرادی صبور بودن این نکته خیلی نکته مهمی است خیلی. استعدادها و اینها ما نباید به روی اونها بلی. خیلی تاکید کنیم به روی چیزی تاکید کنیم که تلاش و پشتکار این بله، ما مقاومت تا آوردن و صبر اینا بسیار مست... نکات اساسی است ممکن استعدادی خیلی زیاد باشه بری بگی بیا درس نباشه. بخوام میگم من حوصله ندارم بله. خب یه و حوصله از چیه از اون که خود صبر نداره تحمل نداره ما در جلسه قبل گفتیم باید یک کارهایی رو انجام بدیم که قدرت صبر و تحمل انسان بره بالا مم. گفتیم صبر و مهارتهایی هایی رو لازمه مم. یکی یکی که باید همین مثبت اندیشی رو فرزندان رو خود مم. یاد بدیم به مثبت اندیشی فرزندان خود ما توجه مم. کنیم این نکته خیلی نکته مهمیه پس او استعداد و کلاس فرستادن و اینها اینها بهانه هست ولی او قدرت و تحمل حبیتا. انسان خیلی بالاست خب من یک نکته رو اینجا اشاره کنم که تلاش و مقاومت فرزندان خوب به چه شک بالا ببریم ام. علاوه بر تمرین تدریجی که میکنیم یه دفعه نباید سوال بسیاری از والدین هست حتما تو سوال خود ما این رو روانشناسا هم پاسخ دادن دلی. خب روانشناسان برای موفقیت بودن اهل صبر یعنی فرد موفقه که اهل صبر باشه و نتیجه این بررسی بسیار جالب هست ما این رو میگیم که چند تا کودک رو روانشناسا در یک اتاقی برای تحقیقات خو خب قرار دادن ام. و این چند کودک رو هر کدوم جلوی اینا چون کودک به شیرینی علاقه من هست بله, بله. جلو از این کودک ها یک شیرینی گذاشتن و گفتن هر کدام از شما که این شیرینی رو میتونه بخوره ولی او کسی که صبر کنه و این شیرینی رو نخوره باعث میشه که بعد از اینکه ما برگشتیم این شیرینی برش یکی دیگه هم بدیم و دو تا بخوره به عنوان هدیه یکی دیگه به عنوان هدیه به او بده میخواستم ببینم قدرت صبر این کودکان به چند اندازه و در اتاق هم یک دوربینی گذاشتم و خود از خارج از اتاق نگاه میکردن وقتی که نظارت میکردن از دوربین میدیدن بعضی از بچه ها در اول مورد هم که شیرینی رو را گذاشتن راحت خوردن گفتن همین بس مایه ولی بعضی از بچه های خورده طول دادن آه. و سب کردن آه. بعد از چند دقیقه حال میگن 4 5 دقیقه خوندم آه. مثلا وقتی اونا تنگ کردم 15 دقیقه باشه. خب ولی بعضی از بچه ها مثلا انقدر خود کنترلی کردن که باعث شد که بعد از 15 دقیقه بخورن ام. یعنی بعد از اینکه اونها وارد شدن و شنینی دوم رو هم دریافت کنم و این رو بخورم خب حالا در این نکته ای که بحث روانشناس رو انجام دادن تا اینکه که موردی نیست رو سب کردن مثلا یک سوم از او افراد سب کردن بله بله. مثلا فرض کنیم 6 نفر بودن 4 نفر شیرینی خود رو خوردن دو نفر سب کردن ام. خب این رو تحقیقات رو ادامه داشت بعد از اینکه به چند سال از این موضوع گذشت بعد از مثلا 15 20 سال آمدن دوباره این تحقیقات رو همون افراد رو آوردن بله بله. و افرادی که صبر کرده بودن در زندگی خودشان موفق تر بود آه. یعنی استعداد اونها مد نظر نبود بله. بلکه صبر رو اونها موفق صبر اون. که داشتن او باعث شده که اینا موفق تر باشن بسیاره. و اونایی که شیرین نخورده بودن یک افراد موفق تری بودن خب جالب از این است که تو همین نکته ها یک چیزی رو برداشت کردن خود همین روان گفتن کسانی که به شیرینی نگاه میکردن وقتی از دوربین دیدن بله. اونها باعث شد زودتر شیرینی رو بخورن وسوسه اوه. شدن و شیرینی رو خوردن ولی اونهایی که صبر کردن به اطراف نگاه میکردن آه. حواس خود خور ذهن خود خور روی یک چیز مشغول میکردن مشغول میکردن و تمرکز روی شیرینی نداشتن ام. خب این خیلی یک نکته چیزی ما در جلسه قبلا گفتیم که صابران یک نشانه هایی دارن که تمرکز روی مشکل خونه میکنن بله. این خیلی نکته مفید بله. و جالبیه که باید تمرکز نکنی به مثبت بیاندیشی این طفله که مثلا شاید اوقات قدرت درک نداشته ولی به همین فکر میکرده که الان من رو بخورم یک دانه ای. ولی اگه صبر کنم باعث میشه که من دو, دو تا از رو بخورم, بخورم. بله. خب ولی ما انسان هم همینجوری اگه ما صبر کنیم مطمئنا او شکست میخوره انسان مثلا بله. مثل همون که شکست خوردن و شیرینی رو خوردن ولی اگه صبر کنن موفقن یک موفقیت دیگه هم به اونها میشه مم. و این خودش یک تلاشی هست که میتونیم برای زندگی روزمره خود انسان از این موارد درس بگیره خب حالا بعضی ها ممکنه بگن که ما سب کردن رو مثلا از همون کودکی پس بله. یاد نگرفتیم 5 دقیقه فرصت داریم خانم مثلا باشه ان بعضی ها ممکنه فرض کنن میگن ما از کودکی سب کردن رو یاد نگرفتیم پدر و مادر و ما به هر دلیلی این صبر کردن رو بله. به ما عادت ندادن بله. هر چی خواسته در اختیار ما قرار داده بله. این هم یک نقطه که بله بله. هر چی رو فرزند بخواد در اختیارش قرار نده ب... پرتوقعی هم خودش یک نوع ایجاد بی سبری میکنه, ایجاد میکنه. هر چی فرزند خواست در اختیار قرار داری دیگه او فرزند فرزنده نیست که صبور بار بیای باید به این نکته هم توجه کنیم وقتی پدر و مادر به احساب خو... کنترل کردن خود کنترلری کردن و توجه به او خواسته فرزند نکردن یا خواسته فرزند رو مشروط به کاری کردن مثلا در عوض و یک پاداش من رو به شما تهیه میکنم اگه چیزی میخوای ولی در عوض باید شما در درس خود موفق باشی یا این کار رو کار خانه رو انجام بدی خب این هم خودی تلاش میکنه بله. موفقیت کسب کنه هم باعث میشه فرد مثبت اندیشی باشه ام. چون یک نوع مثبت اندیشی رو داریم به فرزند ایجا... یاد میدیم و ایجاد انگیزه میکنیم بله. ای ایجاد انگیزه ام. کردن هم یک مبحث به خود گسترده ای داره دفیقان. که چطور باعث بشه که ما خودمان و فرزندانمان ایجاد انگیزه کنیم که صبر کنیم و یک آموزش بسیار مفصلی رو داره حالا میگه مینا رو باز برای در جلسات آینده اینها رو بیان میکنیم ام. و یک انسان باید فرصتی هم داشته باشه بسیار. همیشه ما یک بار چیزی رو به دست نمیاریم ام. بلکه باید به تدریج روی اینها کار کنیم خب اگه انسان صبر داشته باشه خیلی کارها رو میتونه انجام بده با توجه به این نکاتی که ما گفتیم انجام بده خیلی دلیم. کارهای بزرگی رو حتی انجام بده به خاطر او تحمل قدرت صبر و مشقت ما میتونیم بگیم که کارهایی رو انجام بده که حتی انجام شدن غیر ممکن هست درست همونطور که میگن گر صبر کنی زقوره الواساسی این خود یک نکته ای است که انشالله چطور سرب کردن و رو یاد گیریم و تمرین ام. کنیم انشالله در جلسات آینده ببینندگان عزیز انشالله. بیان میکنیم بسیار عالی من وقتی فکر میکنم در این مورد خانم حسنزاده فکر میکردم که به واقعیت موضوع بسیار مهم است فکر کنید کسایی که به بالاترین جای رسیدن اگر فیلسوف باشه دانشمنده باشه کل اینا کسایی بودن که سالیان سال صبر کردن تحمل کردن مقاومت کردن که به یک مرحله علمی رسیدن یا به یک جایگاه بسیار بالایی رسیدن و واقعا یک کلید بسیار بزرگ موفقیت هست در زندگی برای بله همه افراد هم این میتونه تاثیر گذار باشه حالا ما درست در تربیت فرزند گفتیم چون همون فرزندان هستن که در آینده یک جامعه ام. رو شکل میدن چقدر خوب است که باز این صبر و این مقاومت از طفولیت و از دوران کودکی در وجود او طفل پرورش پیدا کنه همزمان با پرورش طفل این صبر هم در وجود از او پرورش پیدا کنه و آینده موفقی رو داشته باشه مطمئنا هم قسم است بسیار عالی تشکر میکنیم از صحبت های خوبتان ان که در هفته های بعدی باز هم همچنان در رابطه با موضوعات مهم صبر که چه قدر باعث پیشرفت و موفقیت در زندگی همه ای ما میشه صحبت داشته باشیم و تکمیل کنیم این برنامه و گفتگوهای خانواده صبوری و شاکری رو بتونن تک تک خانم ها و آقایان جامعه ما پرورش بدن این نکته خیلی مهم هست بله. که از همون طفولیت به فکر فرزندانشون شما بسیار عالی خب تشکر قدانی میکنیم از صحبت های خواهر خوب خانم حسن که بسیار عالی و زیبا با مثال هایی که گفتن واقعا ایره برای ما ثابت کردن که صبر میتونه باعث موفقیت و پیشرفت در زندگی ما و شما باشد امیدوار هستیم که صبورانه در زندگی تان زندگی کنین و موفق و پیروز باشین تشکر خانم حسن داده باشم. از حضور شما خدافیزی میکنیم و از حضور گرم شما همراهان همیشگی هم خدافیزی میکنیم و امیدوار هستیم که سرطمند سلامت و پیروز باشین از آن لحظات ملکوتی از آن هم نزدیک هست ما ردای خیرتان فراموش نکنید خدا نگهدار